در زمان خلیفه دوم استاندار مصر امرآس بود و پسر امرآس در یک ماجرایی در یک گفتگویی با یک جوان دهاتی حرفشون شد، یک سیلی بر صورت اون جوان روستایی مصری زد. حالا شما ببینید یک روستایی مصری که نمیدونم حالا عرب بوده یا غیر عرب بوده، شاید اون هنوز عرب هم نبودن، اون هم نماینده خلیفه و استاندار مطلق، پسر به پدرش شکایت کرد. پدرش آمد پیش امرآس گفت باید قصاص کنیم، پسر من کتک خورده و بایستی پسر تو که زده او هم کتک بخوره. او هم اعتنایی نکرد و اینها رو بیرون کرد. بلند شدن آمدن مدینه در زمان خلیفه دوم، آمدن پیش خلیفه توی مسجد ماجرا رو مطرح کردن. خلیفه فوراً نوشت تا اون حاکم یعنی امرآس و پسرش هر دو بیان، آوردشون توی مسجد، گفتش که این پسر دهاتی اون پسر استاندار رو قصاص کنه، خود استاندار هم تعزیر بشه. گفت چرا خود من تعزیر بشم؟ گفت برای خاطر اینکه به میخ قدرت تو پسرت این کار رو کرد و این حرکت رو انجام داد، تو رو دادی به او. بعد یه جمله ای از قول خلیفه نقل شده که اون هم از جملاتی است که توی تاریخ هست و او اینه که خطاب میکنه به امرآس، میگه متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. از چه شما این مردم رو بنده خودتون و برده خودتون قرار دادید در حالی که مادرهاشون اینا رو آزاد آفریدن؟ این منطق اسلام. اگر این در اسلام به صورت یک فرهنگ رائج نبود، خلیفه برای یک کار به این مهمی که استاندار خودش رو میخواد مجازات کنه به این جمله، به این معرفت اسلامی استناد نمیکرد. پیداست این یه مطلبی بوده که همه این مطلب رو میدانستن، جزء فرهنگ رائج و شناخته شده ملت.